سلام، خوش اومدین. جلسه قبل ما با هم در مورد میدان مغناطیسی کمی یاد گرفتیم و دیدیم که جهت میدان مغناطیسی در فضا چجوری به دست میاد و یک آهنربای بزرگ میدان مغناطیسی بزرگتری ایجاد میکنه و میدان مغناطیسی رو ما با بی نشون میدیم. یک نوع خاصی از میدان مغناطیسی که برای ما خیلی دوست داشتنیه یک میدان مغناطیسی یک نواخته، یعنی میدان مغناطیسی که در همه نقاط صفحه از یک جهت حرکت میکنه به یک جهت دیگه. و معنی این هست که اگر من یک عقربه مغناطیسی رو در این میدان قرار بدم، SBN اون عقربه مغناطیسی یعنی قطب جنوب به قطب شمالش دقیقا به من جهت میدان مغناطیسی در اون فضا رو نشون میده. خب و من میتونم یک چنین میدانی تولید بکنم. فرض کنید یک دستگاهی ساختم که این میدان رو برام تولید میکنه. کاری که من این جلسه میخوام بکنم اینه که نیروی وارد بر بار الکتریکی رو حساب بکنم، بر یک بار الکتریکی در میدان مغناطیسی، در میدان مغناطیسی. و این برای من خیلی دوست داشتنیه، چون بعد از این میتونم برم نیروی وارد بر یک جریان رو حساب بکنم و بعد ببینم که خب حالا این میدانهای مغناطیسی که در فضا وجود دارن، مثلا یک رادیو به کمک میدان مغناطیسی که در فضا وجود داره کار میکنه، واقعا چجوری کار میکنه. یعنی من میتونم باهاش برم خیلی پدیده‌هایی که در جهان اطراف هست رو توصیف بکنم، یا میدان مغناطیسی زمین رو که چطوری میدان مغناطیسی داره اثر میذاره روی رفتار قطعات الکترونیکی روزمره زندگی ما. خب برای این مثل هر حرکت فیزیکی دیگه‌ای من باید برم سراغ آزمایش. و آزمایشی که من میکنم، اولین آزمایشم خیلی هیجان انگیز میشه نتیجهش، و اون آزمایش اینه: من میرم و یک بار الکتریکی رو قرار میدم در این میدان مغناطیسی، مثلا یک بار مثبت رو، مقدارش هم هر چقدی میتونه باشه، یک بار کیوی رو، و بعد میبینم که اگر این بار الکتریکی در این میدان مغناطیسی ساکن باشه، در این صورت نیرویی که بر اون بار وارد میشه صفره. خب یعنی بر این بار الکتریکی در میدان مغناطیسی هیچ نیرویی وارد نمیشه. این یک نتیجه خیلی جالبیه که من میگیرم و میبینم که نه، انگار میدان مغناطیسی من به بار الکتریکی به تنهایی نمیتونه نیرو وارد بکنه. و نکته دوم اینه که من میرم میبینم که به یک بار متحرک نیرو وارد میشه، و نه تنها نیرو وارد میشه که این نیرو رابطه مستقیم داره با سرعت اون بار. یعنی اگر من به این بار یک سرعتی مثلا در این جهت بدم و این بار شروع کنه حرکت کردن با یک سرعتی، به اون بار متحرک هر چقدر سرعت بیشتر بشه نیروی بیشتری وارد میشه. خب پس من اول این نتیجه رو میگیرم که نتیجه یکی خیلی دوستش دارم، بعد میرم یک آزمایش دیگه ای میکنم. شما خودتون میتونید حدس بزنید من دیگه دوست دارم رابطه شو با چی به دست بیارم. رابطه نیرو رو دوست دارم، رابطه نیرو رو با میدان مغناطیسی به دست بیارم. پس من میرم میدان مغناطیسی رو زیاد میکنم و میبینم که نیرو هم همونقدر زیاد شد. یعنی اگر این میدان شدتش رو دو برابر بکنم، نیروی وارد بر اون بار من هم دو برابر میشه اگر همه چیزهای دیگه ثابت باشه. خب اینم خیلی جالب شد. یعنی من الان دو تا نتیجه خیلی هیجان انگیز گرفتم. و یک آزمایش دیگه هم که صورت میدم اینه که میام این بار رو، یعنی خود این اندازه کیو رو زیاد میکنم و میبینم که اگر بار مثلا دو برابر بشه، یعنی باری که در یک میدان مغناطیسی داره حرکت میکنه، دو برابر بشه نیرو هم همونقدر بیشتر میشه. خب دقت کنید که اگر بار ساکن باشه، من هر چقدر زیاد بکنم بار رو، نیرو صفر میمونه. ولی اگر بار متحرک باشه، هر چقدر بار زیاد بشه نیرو هم بیشتر میشه. و در نهایت یک نکته خیلی این بار عجیب کشف میکنم، و اون اینه که اگر مثلا بار من در حال حرکت در این راستا باشه، این V باشه، و میدان مغناطیسی من مثلا در این راستا باشه، در این صورت میبینم که این بی نیرویی که بر این بار وارد میشه عمود بر صفحه این دوتا هست. یعنی این صفحه را اگر شما رسم بکنید، این نیرو عمود میشه بر صفحه این دوتا. یعنی الان یک فضای سه‌بعدی و یک همچین جهتی خواهد داشت. و میبینم که خب جالب شد، یعنی دیگه اون نیرو در صفحه اون دوتا نیست و وارد فضای سه‌بعدی میشم. و من با آزمایش‌های خیلی زیاد میتونم جهت این نیرو رو هم مشخص بکنم و در نهایت به دست میارم که
نیروی وارد بر یک بار الکتریکی در میدان الکتریکی یک تابعی هست از اولا بار، یعنی اندازه بار چقدر هست، ضرب دره، سرعت اون بار، بردارش، ضرب خارجیش با میدان مغناطیسی. یعنی من هر چقدر سرعتم بیشتر بشه و یا میدان مغناطیسیم بیشتر بشه نیروم بیشتر میشه، هر چقدر بارم بیشتر بشه نیروم بیشتر میشه، و جهت رو از جهت ضرب خارجی V و B، یعنی سرعت و میدان مغناطیسی، به دست میارم. خب بیایید با هم یه خورده دقیق تر به این فرمول نگاه کنیم. یادتون هست که ضرب خارجی که در جلسه قبل دیدیم، یعنی V ضرب در B، در دو ویدئو قبل در حقیقت، که شاید هم سه ویدئو دیدیم، اندازه این ضرب خارجی بود اندازه بردار سرعت ضرب در اندازه بردار مغناطیس ضرب در سینوس زاویه بینشون، که مثلا این میشه سینوس زاویه، یعنی زاویه بینشون این هست، ضرب در سینوس زاویه بین این دو بردار. این اولا داره به من یک نکته خیلی جالبی رو میگه. به من داره میگه که اگر تتا باشه 0 درجه یا 180 درجه، در این صورت سینوس تتا میشه 0، و در این صورت اندازه وی ضرب در بی میشه 0. یعنی هیچ نیرویی به بار من وارد نمیشه اگر زاویه بین V و B 0 یا 180 درجه باشه. یعنی اگر بار من در این میدان یک نواخت در این جهت حرکت بکنه، نیرویی که بهش وارد میشه 0ه. اگر هم در این جهت حرکت بکنه، نیرویی که بهش وارد میشه 0ه. این زاویه الان 0 درجه است با میدان، و این زاویه دقیقا با میدان 180 درجه است. این خیلی نتیجه مهمیه. من میخوام دورش خط بکشم. شما حتما یادتون باشه که اگر جهت حرکت بار الکتریکی موازی میدان باشه، حالا چه همراه با میدان چه مخالف با میدان، ولی موازی با میدان باشه، نیروی وارد بر بار الکتریکی 0 هست. خب این یک نتیجه‌ای که ما الان میگیریم. از طرف دیگه اگر تتای من برابر باشه با 90 درجه، در این صورت سینوس تتا، سینوس 90 درجه برابر میشه با چند؟ 1. و در این صورت اندازه وی ضرب در بی دقیقاً برابر میشه با اندازه وی ضرب در اندازه وی بی، که این حد اکثر مقداری هست که ضرب خارجی دوتا بردار میتونه اندازش بگیره، چون سینوس همیشه از 1 کمتره دیگه. بنابراین اگر بار من در همچین راستایی حرکت بکنه یا در همچین راستایی حرکت بکنه، حد اکثر نیروی ممکن با یک میدان و یک وی خاص بهش وارد میشه. یعنی اگر سرعتش ثابت باشه و میدان مغناطیسی هم ثابت باشه، در این نقطه حد اکثر نیروی ممکن بهش وارد میشه. در حقیقت من اگر یک باری رو در یک میدان مغناطیسی در این جهت حرکت بدم، نیروی برش صفره، و همینطور وقتی که بیام جهتش رو تغییر بدم، اینوری بکنم تا بیام به 90 درجه، همینطور نیروی وارد بر اون بار الکتریکی بیشتر و بیشتر میشه، چون سینوس تتا همینجوری داره بیشتر و بیشتر میشه، و خب وی و بی که ثابت هستن، پس فقط این سینوس تتا هست که تعیین میکنه این رو. خب این نکته اول. نکته دوم جهت ضرب خارجی هست، که اون رو ما از خیلی راحت از طریق قانون دست راستی که جلسه قبل دیدیم به دست میاریم، دو سه جلسه قبل دیدیم به دست میاریم. من یک بار دیگه میخوام این قانون دست راست رو اینجا شکلش رو برای شما بیارم، پس یه لحظه. خب این قانون دست راستی هست که ما جلسه قبل دیدیم، و این قانون میگفت که اگر من شستم رو در راستای بردار اول این فرمول ضرب خارجی یعنی V قرار بدم و انگشت اشارم رو در راستای بردار دوم قرار بدم، در این صورت انگشت سوم من که عمود هست بر صفحه شست و اشاره، جهت V ضرب در B رو به من نشون خواهد داد که این جهت F هست، به شرطی که این بار Q مثبت باشه دیگه، چون این جهت F برابر هست با جهت این ضرب در Q، که اگر Q منفی باشه جهت F برعکس میشه. پس برای بار مثبت این دقیقاً جهت F رو نشون میده، و برای بار منفی این جهت منفی F رو، یعنی جهت برعکس F رو نشون میده. بنابراین برای به دست آوردن جهت نیروی وارد بر بار مثبت، شما اولین ضرب خارجی جهتش رو حساب میکنید، بعد اگر بار مثبت بود همون جهتی حساب کردید جهت وارد بر بار هست، جهت نیروی وارد بر بار هست،
و اگر بار منفی بود، برعکس اون جهتی که حساب کردید جهت نیروی وارد بر بار خواهد بود. بذارید پس یک مثال هم از این ما با هم حل بکنیم. بذارید که من یه ذره یه گوشه‌ای رو یک جایی باز بکنم برای اینکه بتونم مثلا بذارید این قسمت رو پاک بکنم. آره این خوب. خب ببینید، فرض کنید که من یک بار مثبتی دارم که این بار مثبت من داره در این راستا با سرعت v حرکت میکنه و من میخوام اینجا یک علامتی رو به شما معرفی بکنم و بگم که جهت میدان مغناطیسی در فضا فرض کنید که هست این جهت، و معنی این جهت یعنی این نقطه‌ای که من گذاشتم اینه که میدان مغناطیسی داره از این صفحه‌ای که شما نگاه میکنید خارج میشه و میاد به طرف صورت شما. خب یعنی اگر اینو روی کاغذ بکشید و به کاغذتون نگاه بکنید، یعنی میدان مغناطیسی داره از کاغذ میاد به سمت صورت شما. مثلا اگر این کاغذ شما باشه و این صورت شما که دارید از بالا نگاه میکنید، در این صورت این میدان مغناطیسی یعنی میدان مغناطیسی در این راستا هست و من اینو روی کاغذ با این علامت نشون میدم. خب حالا شما به من بگید نیروی وارد بر این بار مثبت من ناشی از این میدان مغناطیسی در چه جهتیه؟ اینو دیگه من الان نمیتونم براتون کاری بکنم. خودتون باید دست راستتون رو به شکلی قرار بدید که اولا شستتون در این جهت باشه و انگشت اشارتون از صفحه کامپیوترتون خارج بشه و بره به طرف صورت شما. خب پس این کار رو الان بکنید. شستتون رو به سمت راست بگیرید به نحوی که انگشت اشارتون به طرف صورت خودتون باشه و خواهید دید که انگشت سوم شما یعنی انگشت وسط شما جهتش به سمت پایین خواهد بود، یعنی جهت میدان نیروی وارد بر این بار مثبت که در این جهت داره حرکت میکنه ناشی از این میدان مغناطیسی به سمت پایین هست، و اگر این بار منفی بود جهت نیرو میشد به سمت بالا، یعنی اگر این بار منفی داشتیم جهت نیرو میشد به سمت بالا چون برعکس این جهتی بود که الان حساب کردید. خب خیلی هم خوب، بریم که من میخوام با چند تا مثال این مفهوم رو در ویدئوهای بعد برای شما بیشتر و بیشتر جا بندازم. فعلا خداحافظ.